مسئولیت کشتن پاشا با کی بوده؟ چجوری کشتیش؟ یه گولی رو خالی کردم تو سرش. جنازه اش انداختم تو دریا. انداختم تو دریا. پس یه گولی زدی تو سرش، جنازه اش هم انداختی تو دریا. خودت زدی دیگه، دست خودت زدی. بله قربان. بعد کجا زدی؟ کجای سرش دقیقا؟ اینجا؟ کجا؟ فقط زدم تو سرش، نفهمیدم کجا خورد. پس یه گوله زدی تو سرش، بعد هم جنازه رو انداخت تو دریا. خوبه. شنیدم این پاشا دختر خوشگلی هم داره. آره بله قربان. باش بودی؟ ای شیطون، بابا ما تو رو دست کم گرفتیم. خوب بود؟ قشنگ خوب بود. پس اینجوری بگم، پدره رو کشتی، دختره رو بردی. آره دیگه. آره. دختره الان کجاست؟ لندن قربان. لندن. پس باش هنوز در ارتباطی؟ نه، ولی یه جورایی خبراش میرسه. همین دیگه، یعنی پیگیری. آره دیگه. خب من یه سوال برام پیش اومد. دختری که میگه خوشگله، قشنگ خوبه، و دختر به این خوشگلی مامانی، آخه چجوری به تو پا داده با این قیافه؟ بذار حدس بزن. بذار من بگم. میرزین تو خونه یارو که یارو بکشی، بعد یه دفعه دختره رو میبینی. آه عجب چیزیه جون. نوارو چرا؟ چرا؟ دخترم نمیفهمه اتفاقا که تو خوشت اومده. بعد بهت یه پیشنهاد میده، میگه آقا اگه بذاری پدر من فرار کنه بره، منم باهاتم. باهاتم همینجوره. حالشو ببر. آره؟ نه بابا. نه. پس بخاطر یه دختر. به خاطر دختر. مردی که پاشا رو هر جور شده پیداش کنه، هر جور شده پیداش کنه. جنازه این سگم بنداز بغل جنازه دختره. زود. یه صف بیرون توی ماشین نشسته بودم، فکر میکردم چی به مارا بگم که چی شده. این چه فکریه که میکنی؟ مارا که نمیدونه چی شده. از راه داشته دستگیرش کردن همین. نمیگی چرا اینجوری ولش کردی اومدی؟ این چه فکریه؟ دستگیرش کردم، مهمونی که نرفته. اومدم. واه خیلی گرمه. خیلی. وقتی که هم پیشت هم هیچ خطری تو رو تهدید نمی کنه. قول دادی فقط یکی دو روز اینجا باشی. قول. میشه رفتی بالای سر به بایرام آیلین بزنی؟ حتما. همین یه وسیله شما تهدید بدم. دست درد. خدافز. ببین همه چیز رو تعریف میکنی. جلو بانگا بودی، پلیس هم اومده دستگیرش کرده. همین. اوکی؟
کجا بردنش؟ نمیدونم. کمیسر گرفتش. بعد بریم دنبالش. ببینیم برای چی اومدن سراغش. آخه به چه جرمی؟ اینا مگه قبل از دستگیری میدونستن این اسلحه همراشه؟ باید یه وکیل براش بگیریم. همینجوری به حرف هر کسی گوش نمیکنه. جانم مارا هاکان کجایی؟ گفتم عزیزم که قرار دارم آمدم بیرون. یه اتفاقی افتاده. چی شده؟ بهرامو دستگیر کرده. کی دستگیر کرده؟ آدم ها رو کی دستگیر میکنه؟ پلیس دیگه. برای چی؟ با کی بوده؟ اصلا برای چی گرفتنش؟ گندی بالا آورد دوباره؟ با ایراد جلوی بنگاه بودن. پلیس هم اومده. بهرام اسلحه همراهش بوده، فرش داشتن بردن. ایراد کجاست؟ ایراجم اینجا تو خونه است. خب به ایراج بگوی جان نره، من دارم میام خونه. هیچ کاری نکنید، من دارم میام. باشه، خدافظ. خوبی؟ آره خوبم. آیسل کجاست؟ رانندش داره میاد دنبالش، میخواد بره وسایلش رو بیاره. تو نمیری؟ منم باش میرم. ببین ازش بپرس بهرام شماره دیگه ای نداره؟ گوشی؟ داداش میگه شماره دیگه ای از بهرام نداری؟ نه، همون یه شماره است. میگه همون یه شماره است. مگه اون شماره چی شده؟ داداش شنیدی؟ آره شنیدم. گوشیش خاموشه. از که خاموشه؟ گوشه بده من. گوشه میدم با آیسل. گوشی. الو. سلام باریش. با بهرام چی کار داری؟ خونش حاضره. قرار بود بیاد بگیرم، ولی هرچی زنگ میزنم جواب نمیده. قرار بود زنگ بزنه یا بیاد؟ گفته بود یکی دو روزی کار داره. قبل اومدن قرار بود تماس بگیره. عجیبه جواب نمیده. حتما شارژش تموم شده. پیداش میکنم. راستی تو می‌خواستی جایی بری، دیرت نشه. باشه، پیداش کردی به منم خبر بده. باشه حتما. من گوشی میدم به آیلار. خدافظ. الو داداش. همه چیز خوبه؟ صدای آیسل که خیلی خوب میاد. آره خوبه. منو بی خبر نذار. باشه چشم. با من در تماس باش. خدافظ. یاشار کجاست؟ ببین من دارم میرم بیرون، امکان داره 3-4 ساعت کارم طول بکشه. یادت نره داروهاشو حتما به موقع بهش بده. چشم خانم، خیالتون راحت. من میرم. خدافظ. طفلی بهرام صداش در نیومد. فقط گفت که ماشین مال من است. چرا خواسته تو دردسر نیفتی؟ اسلحه رو خودش به گردن گرفته. آره میدونم. اصلای پشت کمر اون بوده. نمیتونسته بگه مال من نیست که. آقا چی در باز نمیکنی؟ چی شده؟ بهرام گرفتم. مطمئنی؟ سلام سلام. چی میگه مارا؟ چی شده؟ توی ماشین نشسته بودیم بیرون بانگا تا باز کنه. خب
یهو یه ماشین پیچید و وایساد. برام ترسیده بود، دست بر طرف اسلحه‌اش. کمیسر اومد جلو، کارتش نشون داد. بهرام هم آروم نشسته بود. خب کمیسر چی گفت؟ اصلا برای چی اومدن سراغ شما؟ چیز خاصی نگفت. بازدید بدنیش کرد و اسلحه رو پیدا کرد و گرفت. ای بابا، آخه به این سادگیه؟ من مطمئنم یه گندی بالا آورده این پسره. نمیان تو خیابون جلوتو بگیرن شروع کنن بازدید بدنی الکی که. یا اینکه یعنی چی؟ یعنی که میدونستم برام اسلحه داره. شاید یکی بهشون خبر داده. از کجا میدونستن خب؟ اگه میدونستن که تا حالا اومده بودن دنبالش. حالا اصلا مهم نیست. حالا مهم اینه که این دستگیر شده. چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ کاری نمیتونیم بکنیم، معلومه. برام تکلیفش معلومه، برام زندانه. دوست دارم اینجا حسابی امن بشه. به همه بسپار. هر غریبه‌ای که دیدن سریع به من خبر میدن. هر کی اینجا رد میشه میخوام بدونم کیه و چی کار است. راستی که آن ماشین چی شد؟ تو گاراژه، آماده تحویله. بگو بیارم بذارن همینجا. فقط یاد نه که سویچشو بهم بدی. راستی، تا فردا یه سیم کارت میخوام. امشب مهمون میاد. نمیدونم، منتظر تلفنشم. ولی شما فکر کنین که اومده نسبت به اون برنامه ریزی کنین. خیلی راحت بشم کنان دیگه، همه چی دستتون باشه؟ مطمئن باش، خیلی راحت بشم. معمولا وقتی تو این شهر یه خبری میشه من زودتر از همه با خبر میشم. تا حالا که اینطوری بوده. از الماسا چه خبر؟ هیچ خبری ندارم. تو هم همچین گفتی یه خبر مهم، من فکر کردم الماسا رو پیدا کردی. اگه قرار باشه کسی با خبرش راجع به الماسا، اول نفر خود شماهی. شما خبر نداری؟ الماسا جای دوری نمیره. این قاعده رو همه حرفه‌ای ها میدونن. کسی که الماسا رو برده باید تا ابد زیر خاک دفنش کنه، چون به محضی که بخواد بفروشتش هر جای دنیا که باشه من میفهمم. واقعا اینجوریه؟ آره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. الماسا رو پیداش میکنم، سهم شما رو هم میدم. خیلی خوبه، خیال منم راحت شد. خب نمیخوای خبرتو بگی؟ به اندازه کافی از من حرف کشیدی دیگه، بگو. اصلا نمیدونم خبر من مهمه بگم یا نگم. راجب این پسر از بهرام. خب پس مهمه دیگه، بگو. پلیس تسکیرش کرده. کی؟ به چه جرمی؟ جرمشو خودم هم دقیقا نمیدونم. آهان، وقتی گرفتن اسلحه دستش بوده. خبرت خوب بود، خوشحال شدم. واقعا خوشحال شدین؟ من فکر کردم خوشحال نمیشین، خبر مهمی نیست. چرا؟ آخه من باید کارشو تموم میکردم. نشد دیگه، نتونستم. الو، منم بهرام. مرد حسابی، چرا گوشی تو خاموش کردی؟ هیچی نگو، گوش کن ببین چی میگه. اینجایی که اصلا امکان تماس نیست. نگران یاشارم. حواست به اصل یاشار باشه، نکنه تنها بمونم. کجایی تو؟ یاشار الان چطوره؟ خوبه؟ خوبه، دارم میرم ببینمش. الان جلوی خونم. پرسیدم کجایی تو؟ به هیچ که نمیخواد بگی من تماس گرفتم. نگو خبر از من داری. خودم دوباره تماس بگیرم. یادت نره ها، هیچ که نفهمه. باشه، خیالت راحت. خداحافظ. سفتر میبستی. دست دو دارم بلندش. آه حسه بلندش، زیاد فشار بهش نیاد.
آها خیلی عمالی، باید هر روز همین حرکت رو تکرار کنی. دکتر ولی هنوز یکم درد داره. اگه درد داره برات یه عصا بگیرم بیارم. دکتر از اون حرفا میزنی یا محل عصا همینجوری بهتر بابا آیدیم بس. بس بگو دختر اینقدر لوسش نکن، رو دستت میمونه ها. دکتر همچون خونه نشین میشه ها. بگی نگی هم دیگه نمیذارم از خونه جون بخوره. ماموریت تو تیراندازی و جاده و این چیزا دیگه تعطیل. مرد پولدار که کار نمیکنه، راست میگه ها، کار مال تراکتوره. تو به حد استراحت تو بکن. موضوع اینجاست که من مرد کارم دکتر. حالا یه مدت باید استراحت کنی. حالا دیگه بهتر شدی هر چقدر بخوای کار میکنی. دکتر دست درد نکنه. اگه به من احتیاجی نیست من دیگه عباشرش باید برم. همیشه گرفتاری هم واسه شماست. دست درد نکنه دکتر. خدا نگهدار. چکرت. مرسی دکتر. خدا نگهدار. خانم نمیشناسم. بذار خودم ببینم. تو برو. سلام. خوش اومدید. مرسی. چه خبر؟ سلامتی. سلام داداش. خوش اومدی. چه خبر؟ یاشار کجاست؟ خوابه. پانده سرشو باز کردین؟ آره زنگ زدم با دکترش هماهنگ کردم. چون اذیتش میکرد. یه پانسمان کوچیک هست. بله یاشار. چرا زحمت کشیدی؟ خونه جدیدتون عادت کردیم؟ خوبه. یه سری وسایل شخصی رو که اونجا بوده آوردم اینجا. الان اونجا خالیه نه؟ آره فعلاً خالیه. بیا. مرسی. چیه؟ هنوز هم که تو فکری؟ ببین نظر من تو کارتو درست انجام دادی. اون مشکل حل شد دیگه. چیه؟ آخه فقط اون نیست که. فکرم درگیر چیزای دیگه است. اون حمله، تیر خوردن بایرام. همه اینا اعصابم به هم ریخته. بایرام هم خوب میشه. اونام زیر سنگم که برم من پیداشون میکنم. صبر. اون نگرانی های دیگه هم که حل شد دیگه. چی میخوای؟ زنن دیگه. آره واقعا ازت ممنونم. من یه معذرت خواهیم بهت بده کارم. واقعا عصبی شده بودم. خودت که میدونی نقطه ضعف من چیه؟ اونا تا گنش دست گوشه رو نقطه ضعف من. من معذرت میخوام. ببین از این به بعد خودشون خونه، کافه، هر چی که دارن تحت حمایت منه. از طرف من ازشون عذرخواهی کن، ناراحت نباشن. میدونی هر چی پیش میاد به خاطر کار دیگه. درک میکنی؟ ببین این پسر بهرام پیگیری کن ببین بردنش کدوم زنده. بسیار چشم. من نگاه کن زنده از اون زندان بیرون نمیاد. چشم. ترتیبش میدم. ترتیبش میدم. خوبه. تو خبر تازه چیزی نداری؟ چرا؟ چی؟ خبردار شدن خودشونو رو گمگور کردن. پیگیر کار هستی. خوبه. فرمایش دیگه نداری؟ چرا ماشین آماده کن بریم بیرون. بسیار. با من کار نداری برم نه کاری باید هم دارم میتونی بگیم چی بگم این چند روز کل خونه رو به هم ریختم اتاق آتا کمد من هیچی سر جاش نبود چیزی هم پیدا کردن وسایل شخصی آتا بود دنبال چی میگردن آدم های مثل آتا همیشه یه چیزایی رو واسه پنهون کردن دارن تو رو که اذیت نکردن؟ فعلا که نه علی ظاهر زیادم با تو کار خاصی نداره من فکر میکنم نقشه است آره راحتم گذاشتم ببینم چیکار میکنم آره موافقم فقط خیلی مواظب باش مواظبش خیلی جمع
کاراش قابل پیش بینی نیست. صبر میکنم ببینم چی میشه. درست میشه. نگران نباش. از بهرام چه خبر؟ خبر داری؟ آره. چند دقیقه پیش باهاش صحبت کردم. خیلی نگرانه نشو. اگه اون نگران بچه‌اش بود که نمیاد به سر میزد. من فکر میکردم شما دوتا با هم میان. ولی انگار نه. اونطور هم نیست که تو فکر میکنی. اونم به خاطر امنیت شما نمیاد. راستی ببینم. آیلر میگفت انگار میخوای یه چیزی به من بگی. چیزی شده؟ آره. ولی حالا ولش کن. بعدا حرف بزن. چیزی شده؟ خب بگو. آره هست. دو سه روز دیگه خبرتون میکنم. باش. هر طور راحتی. من دیگه برم. کاری نداری؟ چیزی نمیخوای؟ نه من ندارم. فعلا. از اول اگه این مارال خانم حسابشو از این بهرام سوا میکرد به این همه دردسر بر نمیخوردی. فقط به خاطر بهرام نبودش که. دفعه اول به خاطر هاکا ریختن تو کافه. مارال تو رو خدا دوباره شروع نکن دیگه. اون داستان تموم شده. به خدا خود چنگیز هم معذرت خواهی کرد. گفت هر چی بود به خاطر کار بود. دیگه تکرار نمیشه. من موافقم بریم خونه مارال. یه خونه همون دور اطراف. نظر تو چیه بهار؟ هر جا میخواد باشه. فقط از اینجا بریم. فقط میمونه کافه. من میگم کافر فعلا بی خیال شد. من دوست دارم مارال این روزا بیشتر استراحت کنم. بعدم بخواد دراش بهترشو میخرم. اتفاقا من یه دونه مورد اوکازیون برای سراغ دارم با شرط ملکیت عالی. اگر احیانا خواستین به من بگین باش صحبت میکنم. خیلی خوبه. چی میگی مارال؟ نه من فعلا حال و حوصله کافر رو ندارم. به نظر منم اینجوری بهتره. واسه دختر خانومی مثل تو کافه به درد نمیخوره. و منم کافر براش نگرفتم که بره کار کنه. من دیدم حوصله‌اش سر میرفت گفتم بره اونجا. وگرنه من خودم بمونه خونه خانومی کنه. حالا بذاریم برگردیم خونه بعدن یه تصمیمی میگیریم. این پرونده بهرام میخوای چیکار کنی؟ لازمه که پیگیریش کنی؟ امروز برای کار تورج میخوام یه سر کمیسر رو ببینم. یه سراغی هم از پرونده بهرام میگیرم بهتون خبر میدم. اداره پلیس چیکار داری؟ ببینم اصلا رو آزمایش کردن یا نه. پس خیلی طولش نده. باید زودتر بریم از اینجا. نه فقط یه سواله. کار زیادی ندارم اونجا. مطمئنی چیز دیگه ای نبود؟ آخه آتا یه لیست بلند بالا داره از اسم مشخصات تموم کله گنده. هرچی بود و گشتم. فایل لپتاپ، آیپد، همه چی نبود. اینایی که پیدا کردی به هیچ دردی نمیخوره. خودم همه رو دارم عزیزم. همه جای خونه رو درست گشتین؟ آخه همچین فایلی توی USB کوچیکم جا میگیره. بعدم نمیگی. ما دو روز تمام اونجا رو زیر و رو کردیم ولی چیزی پیدا نکردیم. خودت برو همه جا رو بگرد. خودت برو ببین یه سر سوزنم که اونجا جا مونده باشه پیداش کن. میخوام. چشم قربان. امری فرماشه دیگه دارم فکر میکنم شاید گذاشته باشه پیش یکی. ها؟ پیش کی؟ کسی بوده که آتا انقدر بهش اطمینان داشته باشه؟ مثلا زنش آیسه. البته آتا انقدر بیفکر نبود. و
ولی حالا مهم نیست که بیفکر بود یا نبود. آیسل زن خطرناکیه. باید مراقبش باشی. جدیش بگی. درسته. به هر حال چند سر محرم آتا بوده. نمیذارم دست از پا خطا کنه. نگران نباش. شنیدم که زنش جوونه. پس از این به بعد در رستوران من کمتر میشه. ممنونم. از اولم تو رو باید میفرستادم. اشتباه کردم. روز بخیر کمیسر. روز بخیر. بفرمایید. چه است؟ خیلی خوش اومدی. ببخشید من همش مزاحمتون میشم. مزاحمت نیست. شما خیلی به من کمک کردید. ببخشید کمیسر. خبر جدیدی هست؟ از کی؟ از پرونده تورج. بازداشت بهرام. حاضر کشته شدن تورج داره کامل میشه. من میخوام ببینم کی این بلا رو سرش آورده. و چرا؟ البته این پرونده پیچیدگی های مشخص خودش رو داره. من دارم گزارش کاملش رو تهیه میکنم و فعلا هم نمیتونم در این مورد چیزی به شما بگم. راستی کمیسر اون اسلحه آزمایش شو؟ اون اسلحه به ماجرای قتل مربوطه ولی چندین بار دست به دست شده. احتمالا هم ربطی به بهرام نداره. چجوری معلوم میشه رد داره یا نه؟ زمان وقوع قتل توی گزارش پزشک قانونی مشخص شده. این جوان هم تحت مراقبت پلیس بوده. چند بار به دلایل مختلف ازش بازجویی شده. طبق شواهدی که هست از نظر من نمیشه متهم به قتلش کرد. باید ببینیم دادستان و قاضی چه نظری داره. کمیسر تکلیف من و خانوادم چیه؟ تو کی باید صبر کنی؟ حقیقت اینه که ماجرای یه قتل دیگه هم به این پرونده گره خورده. حتی شاید دوتا. البته در مورد دومی مطمئن نیستم. داریم تحقیق میکنیم. وضعیت بهرام چی میشه؟ اونم میتونه یکی از کلیدهای حل این معما باشه. عجله نکن جوون. سوال دیگه ای هم هست؟ من تقریبا هیچی دستگیرم نشد کمیسه. ولی به هر حال مرسی برای این وقتی که به من دادیم. خدا حافظ. خدا نگهدار. بهرام کنی برای گتل همان. من مطمئنم که تو دقیقا متوجه وضعیت الان ما هستی و میفهمی که من الان چی دارم بهت میگم. ببین قبلا هم بهت گفتم ما یه خانواده بزرگیم که الان این خانواده داره توسط من اداره میشه. زمانی که آتا بود یه قول و قراری داشتیم، اما حالا که دیگه نیست. منم میخوام از همه چی دور باشم. اصلا از اول اشتباه کردم. این زندگی زندگی من نیست چنگیز. تو هم به سهم خود مسئولیتایی داری. وقتی با آتا ازدواج کردی خواسته یا ناخواسته این مسئولیت‌ها رو به خودت گرفتی.
هر قول و قراری که با آتا داشتی قبوله، به شرطی که تو هم قبول کنی که مثل زمان زنده بودن آتا حق نداری جدا بشی. میفهمی چی میگم؟ حق نداری. نمیفهمم چی. سادش اینه، تا من اجازه ندم هیچ کاری نمیکنم. ببین، خونه، ماشین، پول، امکانات، هر چی که بخوای در اختیارت. سرتو بنداز پایین، زندگی تو بکن، بچه تو بزرگ کن. اسم بچه چی بود؟ یاشار. یاشار خونه سلام. یاشار، یاشار عمو، خونه است؟ تو اتاقش خوابه. خوبه، میدونم که خیلی دوستش داری. من الان فقط به خاطر اون زنده. خب خیلی خوبه، این که عالیه، خیلی خوبه. پس یه کاری کن که هر دومون راحت باشیم، هیچ مشکلی بر هر دومون پیش نیاد. من نمیخوام بچم تو همچین محیطی بزرگ شه. میخوام یه زندگی آروم داشته باشم. همچین محیط بهم برخورد. خیلی زودتر از نباید این فکر رو میکردی خانم گنش. حالا دیگه چاره نداری جز اینکه صبر کنی گره ها باز بشه. چقدر صبر کنی؟ تا کی باید صبر کنی؟ تا وقتی من بگم. چیه؟ شما الان مشکلی نداری، داری به این راحتی زندگیتو میکنی. من فقط میگم یه مقدار زمان بده، وقت بده که مشکل انحصار وراثت حل بشه، شما به سهمت برسی. فقط ازت خواهش میکنم مدارا کن، کسی با شما کاری نداره. من نمیتونم تو خونه خودم زندونی باشم، آرامش ندارم، همش انگار چهار تا چش دارن نگام میکنن. خب اشتباه میکنی، اشتباه میکنی، کسی دنبالت نیست، کسی مراقبت نیست. البته تو زمانی که خودت بخوای، مگه یه کاری بکنی که همه چی برعکس شه؟ مثلا چه کاری کنم؟ منم میخوام مثل بقیه مردم یه زندگی آروم و راحتی رو داشته باشم، بچه‌م آرامش داشته باشه. بعدشم خواهرم الان اینجاست، تازه خانوادم رو پیدا کردم. نمیفهمم معنی کارتو. خوبه، پس هیچ اختلافی دیگه با هم نداری، زندگی تو بکن، ساده، آروم، راحت و البته بی درد سر. کار دیگه ای نداری؟ چرا؟ یه ماشین ساده میخوام که آیلار باش رانندگی کنه. رانندم نمیخوام. همین دیگه. باش، ترتیبش میدم. دیگه؟ همین. ها، هر کاری داشتی مستقیماً به خودم. Vamos sair. یه چیزی دیگه، اگه تو وسایل شوهرت چیزی پیدا کردی که فقط به درد من میخوره، سریع به من خبر بده، چون خیلی بد میشه. خانم گانش، مراقب بچه‌ت باش. لحظه پرستیدم، این حس عاشقی عادت نیست. قلبی که ناراحت نمی کردیش، از وقتی رفتی دیگه راحت نیست. اون روزی که این قلب حساسو با رفتنت دیوونه می کردی، خودخواه بی احساس و لجبازم، فکر منو اصلا نمی کردی. رفتی همه گفتن که این عاشق، با رفتنت اینجا روانی شد. رفتی و می جنگم با احساس.
سومین جنگ جهانی شد، رفتی همه گفتن که این آشه، با رفتنت اینجا روانی شد، رفتی و می جنگم با احساسم، این سومین جنگ جهانی شد. عشقت مثل کبریت خطر داره، عطرت که اینجا مونده هم باید دست از سر این خونه برداره. یادش به خیر من بی تو میمردم، چشماتو میدیدم دلم میری.